خب سلام، توی این پست قرار راجع به یه شاعر جوان معاصر باهاتون صحبت بکنم که از غذای دوستی دورادوری هم باهاش دارم. کاظم بهمنی، متولد 12 اسفند 1364، فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک گرایش جامدات که در ظاهر هیچ ارتباطی با شعر و شاعری نداره، ولی خب اینجوری نیست. ایشون شعرهای بسیار لطیفی داره و خب تو مراوداتی که باهاش داشتم شخصیت خیلی نرم و لطیفی هم داره ایشون و این باعث شد که من درک بهتری هم از طرز تفکر و بینش ایشون پیدا بکنم، هم از شعرش. ایشون دو تا مجموعه شعر منتشر کردن، پیش آمد و عطارد. پیش آمد در ابتدا و عطارد، فکر می‌کنم پیش آمد رو سال 89 منتشر کردن و عطارد رو سال 93، که شعری که براتون انتخاب کردم امروز بخونم از مجموعه عطارد هست که خب تا الان 13 بار چاپ شده و من چاپ هشتمش رو البته امضا شده توسط خود ایشون دارم، که در چاپ هشتم شعری که میخوام براتون بخونم صفحه 21 هست. بریم و بیاییم شعر رو با هم بخونیم، لذت ببریم. خب من در ابتدا بگم که شعر غمگینه، یه ذره آمادگیشو داشته باشین، ولی خب پند داره درونش حقیقتا، و پندش هم اینه که به ما یه تلنگری میزنه برای اینکه بدونیم از کجا اومدیم و به کجا رسیدیم. یادمون نره که از کجا اومدیم و یادمون نره که از کجا به کجا رسوندنمون و چه مهره های این بین سوختن، چه اتفاقاتی این بین افتاده، چه سیری طی شده، چه تحولاتی رخ داده تا ما به اون نقطه برسیم. وقتی به اون نقطه رسیدیم یادمون نره چه اتفاقاتی افتاده. میخونمش، لذت میبرید. تیر برقی چوبیم در انتهای روستا، بیفروغم کرده سنگ بچه های روستا، ریشم جا مانده در باغی که صدها سرو داشت، کوچ کردم از وطن تنها برای روستا، آمدم خوشخط شود تکلیف شبها، آمدم نور یک فانوس باشم پیش پای روستا. یاد دارم در زمین وقتی مرا می کاشتند، پیکرم را بوسه می زد کت خدای روستا، دیشب اما خود شنیدم از کلاغی روی سیم، قدر یک ارزن نمی ارزن برای روستا. کاش یک تابوت بودم، کاش آن نجار پیر راهیم می کرد قبرستان به جای روستا. قحطی هیزم اهالی را به فکر انداخته است، بد نگاهم می کند دیزی سرای روستا. من که خواهم سوخت حرفی نیست، اما کت خدا تیر سیمانی نخواهد شد عصای روستا. فکر میکنم متوجه حرف شعر شده باشید. بریم از بیت اول معنی بکنیم. البته خیلی زبان شعر روان و ساده است، قطعا همتون متوجه شدید، ولی چند تا نکته خیلی ریز توش داره. خب در ابتدا میگه تیر برقی چوبی هم در انتهای روستا. این انتها حرف داره توش که چرا در انتهای روستا. بی فروغم کرده سنگ بچه های روستا، میگه من یه تیر برق از جنس چوبم که خب الان در انتهای روستا. بی فروغ یعنی خاموشم کرده، یعنی چراغی که داشتم رو سنگ بچه های روستا، بچه های روستا با سنگ انقدر به من پرتاب کردن که چراغم شکسته و خاموش شدم، اولا فقط یه تیر برق. ریشه هم جا مانده در باغی که صدها سرو داشت، کوچ کردم از وطن تنها برای روستا. خب اینجا میگه که ریشه من توی اون باغی که یک باغی که پر از درخت سرو بوده جا مونده، یعنی من خودم درخت سرو بودم. خب سرو هم که درختیه که به تنومندی شهره است. میگه توی باغی که پر از سرو بود من رو قطع کردن که تبدیلم بکنن به تیر برق و بیارن توی روستا، و میگه کوچ کردم از وطن، یعنی از باغ دل کندم اومدم فقط به خاطر روستا، که آمدم خوشخط شود تکلیف شبها، آمدم نور یک فانوس باشم پیش پای روستا.
آمدم خوشخط شود تکلیف شبها اون دست از مخاطبان من که ایران زندگی نمی کنن فارسی زبان نیستن ممکنه یه ذره براشون غریبه باشه. ما قدیما که مدرسه می رفتیم حتی الان دیگه یه ذره شرایط متفاوت شده. الان چی بگم، قبلا که ما می رفتیم مدرسه معلم به ما تکلیف شب می داد، مشق شب بود اصطلاحا اسمش، و ما باید اینو می نوشتیم و فردا می اومدیم تحویل می دادیم، معلم چک می کرد، مثلا از یه چیزی باید 200 بار می نوشتیم، حالا 200 بار که اغراق می کنم، بعد از یه شعر مثلا می گفت چه می دونم 10 بار 15 بار بنویسید، ما نمی دونم دلیلش همش پر نمی فهمیدیم، باید اینو می نوشتیم و بردیم فردا تحویل معلم می دادیم. اینجا داره میگه از باغ سرو کوچ کردم بلند شدم فقط به خاطر روستا اومدم. چرا؟ آمدم خوشخط شود تکلیف شبها، آمدم نور یک فانوس باشم پیش پای روستا. روستا اون موقع تاریک بوده، یعنی عملا نور نداشته جز اون دسته از روستایی بوده که احتمالا برق نداشته، تازه برق کشی کرده بودن و خب یه تیر چراغ برق آوردن گذاشتن اول روستا که روستا رو نورانی بکنه. در بیت اول گفتم این انتها حرف داره، اینجا بهش بر میخوریم. وقتی که یک روستای خاموشه و نور نداره، خب قاعدتاً وقتی هم که میخوان یه تیره چراغ برقی بیارن بذارن، همون اول روستا میذارن دیگه که روستا رو نورانی بکنه. حالا چرا میگفت در انتهای روستا؟ عرض میکنم خدمتتون. پس میگه اومدم روستا رو روشن بکنم که بچه‌هایی که میشینن مشق شب بنویسن تو تاریکی ننویسن، توی روشنایی بنویسن و خوشخط بنویسن. اومدم روستا رو روشن بکنم. در بیت بعد که خیلی حسرت انگیزه واقعا، میگه یاد دارم در زمین وقتی مرا میکاشتند، یعنی زمانی که منو قطع کردن از باغ سرو آوردن اینجا بکارن توی زمین، نجار منو شکل تیر چراغ برق کرد آوردن بکارن توی زمین که لامپ به من بزنن، پیکرم را بوسه میزد کد خدای روستا. چون روستا برق نداشت، کد خدای روستا میومد به بدنه این تیر چراغ برق بوسه میزد که خب خدا رو شکر که دیگه روستای ما هم من بعد برق داره. ولی دیشب اما خود شنیدم از کلاغی روی سیم، قدر یک ارزن نمیارزم برای روستا. کلاغ که خب معمولا در داستانهای ما هم همینجوریه، کلاغ خبر ببر بیاره و خب به خاطر این سیاهیش معمولا خبرهای بد میبره میاره. متاسفانه نمیدونم چرا تو ادبیاتمون اینجور جا افتاده. میگه دیشب ولی همینطور که ایستاده بودم داشتم به روستا نگاه میکردم، یه کلاغ اومد روی این سیمی که به من برق وصل میکنه نشست و به من گفت دیگه به درد روستا نمیخورم. ما یه ضرب المثلی داریم، یعنی یک تکه کلامی بیشتر، که وقتی که یه چیزی رو میخوایم بگیم کم میارزه، چون دونه ارزن خیلی کوچولوه، وقتی میخوایم بگیم یه چیزی ارزش نداره میگیم اینقدر یه ارزن هم نمیارزه. این هم دارم میگه همین، میگه این کلاغه روی سیم نشست بغل گوش من، به من گفت دیگه قدر یک ارزن واسه این روستا من ارزش ندارم، به درد روستا نمیخورم. و خب این تیر چراغ برق رو ناراحت میکنه. در بیت بعد میگه کاش یک تابوت بودم، کاش آن نجار پیر راهیم میکرد قبرستان به جای روستا. چرا؟ میگه اون روزی که من از باغ کندن آوردن، کاش اون نجاری که منو تبدیل به تیر چراغ برق کرد، خب یه سری چوب بود دیگه هر کسی سفارش داده بود یه چیز درست، میگه کاش منو تبدیل به تابوت میکرد، حداقل احساس بی‌مصرفی نمیکردم. یه مرده تو من اگر میذاشتن داخل زمین دفنم هم میکردن، تا قیامت با همون مرده بودم، یعنی هنوز به کار میومدم. برای همین داره آرزو میکنه که کاش اون نجاری که منو کرد تیر چراغ برق از من یه تابوت درست میکرد. و بیت بعدی ترسناکه حقیقتا، نمیدونم موقع که داشتم میخوندم بهش فکر کردید یا نه، وقت شد یا نه. قحطی هیزم اهالی را به فکر انداخته است، بد نگاه هم میکند دیزی سرای روستا. خب احتمالا روستا گاز یا وسایل گرمایشی یا هر چیزی نداشته. داره میگه قحطی هیزم برای اینکه بسوزونن گرم بشن یا بسوزونن باهاش گرما تولید بکنن، مثلا اجاق درست بکنن، غذا درست بکنن، میگه این کم شدن هیزم، قحطی هیزم اهالی روستا رو به فکر انداخته که منو هیزم بکنن. و بعد در انتها میگه بد نگاهم میکنه دیزی سرای روستا.
بیزی سرا که همونجایی که آبگوشت، الان مسلما فکر نمی‌کنم مخاطبانی که فارسی زبون نیستن دارن منو می‌بینن بدونن آبگوشت چیه، توی زیرنویس یه جوری توجیهش می‌کنم، ولی داره میگه دیزی سرای روستا که اتفاقا اجاقش هم هیزومیه داره منو بد نگاه میکنه، فکر کنم میخوان بیان منو بکنن بسوزوننم، باهاش اجاقی درست کنن که باهاش غذایی بپزن و من نابود شم. خب چرا پس آوردن کاشتنش توی روستا؟ ببینین از ابتدای این شعر تا اینجا این سوال برای ما پیش میاد که خب مگه سرگذشته چی شده که اینو میگی؟ در انتها میگه به کت خدا رو میکنه و میگه من که خواهم سوخت، حرفی نیست، اما کت خدا تیر سیمانی نخواهد شد عصای روستا. به کت خدا رو میکنه میگه اوکی باش، هیزم کمه، منو میکنید میسوزونید، باشه من حرفی ندارم، ولی یه حسادتی میکنه به تیر سیمانی و میگه این تیر سیمانی هایی که جدید درست کردید آوردید مرتب چیدید توی روستا، اینا عصای دستتون نمیشه، در انتها دستتون رو نمیگیره ها، دقت بکنین همیشه عصایی هم که پیرمرد ها میگیرن دستشون چوبیه، نمیدونم این قاعده از گذشته برقرار بوده، برای همین ضرب المثل برای ما وقتی میخوایم بگیم که یکی باحال نمیمونه میگیم این عصای دستت نمیشه ها. و اونجا اینم داره رو میکنه به کت خدا، شاید به خاطر حسادتش به تیر سیمانی، نه فقط به خاطر اون، به خاطر اینکه دور افتاده، به خاطر اینکه مغفول مونده، به خاطر اینکه دیگه بهش توجهی نمیشه و یادشون میره که یک روزی همین تیر برق چوبی این روستا رو روشن کرد. و علت اینکه اول شعر گفتم پند میده به ما همینه. حالا برگردیم به اون کلمه انتها. توی بیت اول گفت تیر برق چوبی هم در انتهای روستا، برای همینه. این نشون میده روزی که آوردنش بکارنش توی زمین در ابتدای روستا بود. روستا یواش یواش بزرگ میشه، یواش یواش یه ذره پیشرفت میکنه و بعد تیر سیمانی میارن، یعنی روستا بزرگ میشه، تیربرقهای سیمانی میذارن و خب این عملا میره و در نقطه‌ای که قرار گرفته بوده میشه انتهای روستا و عملا از چشم دور میمونه و دور افتاده میشه. علت انتها، فکر کنم علت ذکر کردن اون کلمه انتهایی بود. میبینید که شعر بسیار لطیفه، از این مجموعه من بسیار قراره براتون شعر بخونم. اگر تو یوتیوب منو میبینید که خب پلیلیست ها با هم فرق میکنن، یعنی از هر شاعری که شعر میخونم پلیلیستش مشخصه. اگر در اینستاگرام هم منو میبینید یه بخشی داره به نام سریز که من سریال پست های مربوط به هر شاعری رو توی اون بخش قرار میدم، که حالا یه استوری هم براتون میذارم، چون خودم تازه دیشب پریشب پیداش کردم که کجاست، براتون یه استوری میذارم آموزش میدم چجوری باید به سری ها دسترسی پیدا بکنید که هر موقع میخواید از یه شاعر پشت سر هم پست ها رو ببینید بتونید. خب یه نکته دیگه هم که مغفول مود نگفتم و حس میکنم اگه نگم حق مطلب رو ادا نکردم، مقدمه ای که کاظم بهمنی در ابتدای این کتاب نوشته، چون شاید براتون سوال شده باشه که چرا باید اسم مجموعه شعرش رو بذاره عطارد، که خب من میدونم چون مجموعه رو خوندم مقدمش رو همینطور، ولی خب برای شما هم میخونم که بدونید. میگه در نگاه اول عطارد تنها نام نزدیکترین سیاره به خورشید است، سیاره کوچک اما سنگین که بیش از همه سیارات به دور خورشید میگردد و برخلاف همه به او پشت نمی کند، به طوری که وقتی نیمه رو به خورشیدش گرمای شدید را تجربه می کند نیمه دیگرش بسیار سرد است. عطارد طبق آخرین بررسی های اخترشناسی خودش ماه یکی از سیارات دیگر بوده، اما گرفتار جاذبه خورشید می شود و ماه بودنش را فراموش می کند تا به دور خورشید بگردد. ضمناً عطارد ماه ندارد، قمر نداره که دورش بچرخه. گویی در این منظومه عطارد فقط خورشید را دارد. هرچه سیارات از خورشید دورتر می شوند به تناسب اندازه‌شان تعداد ماه‌هایشان بیشتر می شود، یعنی تعداد قمرهاشون. آنچنان که عطارد ماه ندارد و نپتون که آخرین سیاره منظومه شمسی است 13 ماه یا همون قمر دارد. منظومه شمسی تابلوی است جامع و شگفت از اصیل ترین پیش آمد بشری، یعنی عشق، که مفاهیمی چون کوچکی، بزرگی، دوری، نزدیکی، سردی، گرمی، جاذب و مجذوب بودن، حقیقی و مجاز بودن و غیره را در آن میتوان به نظاره نشست. شاید بهتر متوجه بشید که چرا کاظم بهمنی
با رشته مهندسی مکانیک داره شعر میگه، توصیفاتش هم به اخترشناسی مربوطه. اگر از محتوای پست خوشتون اومد، اگه تو یوتیوب هستین سابسکرایب بکنید، اگر توی اینستاگرام هستید فالو بکنید، توی کانال تلگرام میتونید جوین بشید، اگر توی آپارات هستید حتما دنبالم بکنید که بقیه پست ها رو گم نکنید و با من باشید که یواش یواش روی خوش ادبیات تو زندگی هممون ببینیم. به سلامت.